برنامه الله به همتا بینندگان گرانقدر، قدر دوستداران برنامه حقایق اسلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عزیزان بیننده خرسندم که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار گرفتم شما خوبانی که بیننده برنامه حقایق اسلام هستید موضوع بحثی که مفتی صاحب شمس الرحمن فراتن مفتی صاحب شمس الرحمن فراتن روی صحبت میکنه در رابطه به صفت الله هست که الله بینیاز هست هبصتالله سبحانه وتعالی چی گونه یک ذاته است علمای علم عقیده میفرمایند که تصور در کنه ذات الله سبحانه و تعالی درست نیست که ما تصور بکنیم الله چه گونه چهره داره چگونه دست داره چگونه پا دارد اما تصور در صفات و قدرتها و نعمت های الله سبحانه و تعالی نه تنها که منع نیست بلکه نوع از عبادت است خو الله چگونه یک ذات هست خداوند متعال در اینجا ای سؤال جواب کرده است قل هو الله احد بگو که الله سبحانه و تعالی ذاتе هست که احد است یکی هست یک بа این معنا کи بعد از او دو و سه وجود ندارд قل هو الله احد الله یکی هست حالا اгر کسو سؤال بکنд کи خب الله یکی هست خالқи الله کи هست ما میگیم در اینمی یک همراهи تو ما بحث میکنیم قبل از یک چی هست هیچ آیا منطقی هست که ما بگیم قبل از یکم یک, یک عددی دیگری وجود داره نه وقتی که جواب نه هست پس میگویم که الله یکی هست ایتور یکی که قبل از الله دیگر خالق وجود نداشته الله ازلی که نهایت نداره آغازش خالق است سانع است رب ما هست احد یکی و مثل مانن ندارد الله سمد الله بی نیاز است و کس ضرورت ندارد لم یلد کسی را پیدا نکرده است و لم یولد از کسی زاده نشده است و لم یکل لهو نیست برای الله کفون مثل مانن همسر احدون هیچ کسی پس الله چی گونه است؟ جوابش سوره اخلاص است الله واحد است الله بی نیاز است الله را کسی نزاده است الله تعالی کسی را نزاییده است و هیچ کسی مثل و مانند و نظیر و همسر الله و همتای الله سبحانه و تعالی نمی باشد به با همین گونه الله سبحانه و تعالی در سوره شورا آیه 11 می فرماید لیس ک مثله شیئ نیست مثل الله هیچ چیز هیچ چیزی را ما نمیتوانیم که الله را به او چیز تشبیه بکنیم و هو السمیع البسیر و الله سبحانه و تعالی شنوا و بینا هست پس در صفات الله تعالی ما جستجو تفحص کرده میتوانیم الله خالق است الله رازق است بالاخیره الله صمیعو شنواه است الله قادرو مقتدر است الله غفورو رحیمو رحمان است اما در کنهو ذات الله ما حق نداریم که تصور بکنیم یا سؤال بکنیم اگر کسی هم سؤال میکنه که چی گونه از ذات الله جوابم می سته که قل هو الله احد اگر کسی سوال بکنه خو هم روی الله چهره الله دست الله لیس که مثلی هیشیون هیچ چیزی به مثل الله سبحانه و تعالی یعنی شده نمیتواند یا الله تعالی هیچ مشابه مخلوق خود شده نمیتواند که ما بگویم دست الله دست مخلوق روی الله رو نخیر نعوذ بالله در این مورد نباید ما پیش برویم و نه هم از ذات و حقیقت کنه الله سبحانه و تعالی بحث بکنیم بلکه از صفات از اسما از نامها و از قدرتای الله سبحانه و تعالی ما بحث بکنیم و در صفات و نامها و قدرتای الله سبحانه و تعالی ما تحقیق بکنیم بیشتر و زیادتر بالاخره ما به با این معتقد میشویم که الله موجود است به همین گونه بسیار از دهری ها هستند که مادیگرا هستند میگه تا ما چیزی را لمس نکنیم به حواس پنجگانه خود حس نکنیم ما او چیز قبول نداریم لحاظا اگر ما چیز را به حس لامسه لمس کردیم میگیم حقیقت داره چیز را به حس باصره دیدیم میگیم حقیقت داره چیز را به حس سامعه شنیدیم میگیم حقیقت داره چیزی را به حس شما استشمام کرده میگم حقیقت داره لحاظا الله نه لمس میشه الله تعالی نه حس میشه نه استشمام میشه و نه هم شنیده میشه چطور ما یک چیزی را که به حواس پنجگانه قابل درک نباشد ما او را قبول بکنیم در این مورد بهترین جوابی که علما داده این است که تو امی کافر دهری را بگو بگو بسیار به عقل استی هیچ عقل نداری هنجای کافر ای دهری جلالی میشه احساساتی میشه چطور مرا به عقل گفتی بالاخره ای بسار شله میشه که من عقل دارم وقتی که تو برش میگی که به عقل استی و او قبول نداره تو باز برش بگوی که ما مطابق امی گپ خودت که هر چیزی که قابل حس و قابل دیدن و قابل شنیدن و قابل لمس نباشه او را قبول ندارم عقل تو هم امین گناه هست اینجاست که کافر و دهری لا جواب میمونه عقل نه قابل لمس است نه قابل شنیدن است نه قابل دیدن است نه قابل ذوق است ولی با وجود آن موجود است و کسی را گفته نمی توانی که تو به عقل هستی، عقل داره اما هیچگاه دیده نمی شود تو به چی عقل یک انسان ثابت می سازی؟ با آثار و کارهای عاقلانه از این انسان تو درک می کنی که این انسان عاقل است و هوشیار است به همین گونه الله سبحانه و تعالی را اگر ما نمی بینیم لیکن آثار و علایم و نشانه های هست که ما از این آدرس الله را میشناسیم سوال که همیشه در ذهن ما مطرح می شد و می گیم که الله جل جلاله در کجا است؟ قسمی که قرآن کریم توضیح می تو و بیان می کند که الله جل جلاله در آسمان ها و یا در عرش است. سخنان عالمانه از مولوی صاحب عزیز الله مفلح را در همین مورد داریم آیه قرآن کریم است که یا هامان ما لی سرحن لعلی ابلغ ابلغ الاسباب السماوات ایره از داستان حضرت موسی علیه السلام که با فرعون زمان خود در مکابره و در مجادله و مناظره بود از تو استشمام میشه که اول حضرت موسی علی نبینا و علیه السلوات و تسلیمات به فرعون ایر فهمانده بود که الله جل جلاله دو آسمان است پس به همی اساس فرعون آمد برای هامان وزیرش دستور میده میگه که ما نبنی لی سرحن. ای هامان بمه یک منار بلند کو یک برج بسیار بلند جور کو برای چی؟ لعلی ابلغ سماوا اسباب سماوات بره. شاید من از این طریقه به آسمان ها برسم و اونجا خدای موسا را پیدا کنم و او را ببینم بعد از او دیگه شاید میخواست که العیاز بالله با خدا در جنگ شود از این هم این معلوم میشه که موسی علیه به فرعون فهمانده بود که خداوند آسمان هست و بعدش او این دستوره داد و خداوند جل جلاله جای دیگر میفرماید تعرج الملائکه و روح الیه تعرج و باز هم یک واژه دیگر واژه عربی تعرج و بلند می رود از عروج گرفته شده معراج پیامبر صلی الله علیه از عروج گرفته شده بلند می رود به سوی خداوند جل جلاله الملائکه ملائکه ها و روح جبریل امین چون هر جایی که ملائک اغلبا و اکثرا در برخ موارد که ذکر میشه روح که جبریل امین است و پیام آور وحی است نامو صاحب سر الهی است برای انبیا علیهم الصلوات و تسلیمات روح هم با آنها ذکر میشه در اینجا یک نکته را میخوام علاوه کنم که به عقاید ما خیلی مفید و خیلی ضروری و خیلی اهم و مهم است از او جمله او مسئله است که ما در قرآن کریم برای الله جل جلاله که آمده وجه داریم که وجه در عربی روی میگه ساق داریم که در عربی به عربی ساق همی ساق میگه و مثال آیات دیگری که دلالت به یک از وجود میکنه در مورد چنین آیات در مورد چنین آیات گام به احتیاط که ایمه و مجتهدین برداشتن همین است که کما یلیق و بشنه له الوجه برای خدا روی است بله روی است کما یلیق به شعنهی چنانه که لایق شعنش است اما ما نمیدانیم چون از توان ما بالا و برتر و فراتر و فراتر است ساق است یا ما یکشف عن ساق و یدعون الى سجود روزی که پرده از ساق برداشته می شود و همه مخلوق دنیا به سجده فراخوانده می شوند همه مؤمنین و منقادین سجده می کنند کافرین و منافقین سجده را خو یاد ندارن اونجا اموت میمانند، میمانن در این جامعه که ساق استعمال شده برای خداوند ولی الله ساق کما یلی قبی شعنهی چنانه که لایق شعنش است پس برای او ید وَبِيَدِهِ ملك السماوات والارض تبارك الذي بيده ملك السماوات والارض بابركات ذاتي كِي بدست اوس پادشاهي آسمان و آيا خدا دست چون العياذ بِاللَّهِ دست ما داره نخي نخي له اليد بلى خدا دست داره اما نمانند دست ما کما یلیق به شعنه چنانه که لایق شعنش است و لایق ذاتش است الله قادر مطلق است الله به همتا سوره اخلاص الله جل جلاله را تعریف میکنه برای ما و میشناساند که الله چگونه یک ذات است بسته تصویری را در همین مورد داریم این سوال از قرنها پیش بین مردم عام است بخصوص در بین ملحدین اما این بدیهی است که بعضا در ذهن مسلمانان نیست خطور می کند چون این در سرشت انسان هاست که در مورد اعتقادات خیش فکر کنند برای کلید این سوال باید مفهوم حقیقی و منطقی خداوند من را باید دانست چون خدایان از سنگ و چوب هم وجود دارند که ساخت دست بشنند نیز مردمان هم وجود دارند که آفتاب محتاب و حتی انسانها را خدای خیش می خوانن. اما نظر به تعریف حقیقی خدا سنگ چوب انسان و یا هر چیزی دیگر در کائنات خدا بوده نمی تواند چرا چون الله به ذاته گفته می شود که سزاوار پرستش باشد و اینها هم محدود و آسیب پذیرند بنا سزاوار پرستش نیستند به همین دلیل در اسلام می گویم، هیچ ذات سزاوار پرستش نیست جز الله در حقیقت تعریف از الله در اسلام بیانگر این است که الله چگونه ذات است و نیز این که دارای کدام اوصاف است علاوه بر این که بداند خداوند چگونه ذات است چون اگر کسی اشتباه گفت این و آن خداست شما براحتی بدانید که ادعای وی اشتباه است پس به پاسخ این که تعریف الله چیست بهترین پاسخی که هر مسلمان داده میتواند از قرآن عظیم شان سوره اخلاص آیت یک الى چار میباشد قل هو الله احد بگو او است الله الله سمد الله تعالی همان پروردگار به نیاز مطلق است لم یلد و لم یولد نزاده است و زاده نشده است و لم یکن له کفوانه هد و کسی همتا و همگونه و نیست این تعریف چار جمله ای علای متعال در قرآن پاک است بیایید دوباره به سوال برگردیم این سوال به دو دلیل اشتباه است نظر به مفهومی که در عقب سوال قرار دارد این سوال یک مفهوم پنهانی دارد و آن این است که الله متعال قادر مطلق است. قادر مطلق یعنی دارنده قدرت تام. برای درک کلمه مطلق مثال از سه ظرف آب را در نظر بگیرید. در ظرف اولی تا نیمه آن آب می رسیم. ظرف دومی را تقریبا پر می کنیم. اما ظرف سومی را مطلقا پر می کنیم. حال فرد از ما می پرسد. آیا این ظرف ها می تواند با آنکه که آب دارند خالی باشند؟ در مورد ظرف اول و دوم امکان دارد چون همزمان با اینکه دو ظرف آب دارد در آنها خلا نیز وجود دارد اما در مورد ظرف سوم سوال کاملا اشتباه است چون در صورتی که ظرف مطلقا پر باشد خلای در کار نیست در مورد سوال مذکور نیز همین طور است چون خداوند قادر مطلق است ضعف و ناتوانی در او راه ندارد بناهن این سوال خودش را نقص می کند درست مانند این که فردی به شما بگوید من مطلقا دروغگو هستم اگر مطلقا دروغگو باشد این جمله درست نیست و اگر واقعا دروغگو نباشد باز هم این جمله اشتباه است این یعنی که این جمله با خود در تناقض است و با ذهن شما بازی می کند شما می گوید خداوند می تواند به شکل انسان درآید. خب اگر من با شما موافق باشم که خداوند تبدیل به انسان شده می تواند، پس شما باید بدانید همین که خداوند به انسان تبدیل شود دیگر خدا نیست شما خواهید گفت خداوند انسان شده می‌تواند، در این مشکلی ندارم اما او دیگر خدا نیست شما نمی بگویید خدا انسان است اگر بگویید خدای که تبدیل به انسان شده و همزمان قدرت خدایی دارد بیمعنا است چرا چون نظر به تعریف خداوند خداوند ذات فناناپذیر است اما انسان فانی است یک ذات یا فانی بوده میتواند یا این که ناپذیر باشد اما نمیتواند که همزمان هم فانی باشد و هم فنا ناپذیر چگونه می توانید این را توجه کنید زمانی که میگویید خداوند همه کار را کرده میتواند ما مسلمانان اینطور نمی توانیم. ما میگوییم هیچ قدرت و توانایی جز قدرت الله متعال نیست و ما میگوییم این یعنی الله بر هر کاری که بخواهد تواناست این جایک اما وجود دارد متوجه باشید اما الله هیچگاه چیزی را انجام نمی دهد. <applause> که خدا بودنش را نقص کند به عبارت دیگر او هیچگاه نمی خواهد بمیرد چون او چیست او الله زنده و جاودان است و مرگ در او راه ندارد و یا بعضی ها می پرسند آیا خداوند می تواند خدای دیگر را خلق کند اگر به تعریف دقیق و منطقی خدا مراجعه کنید خدا ذات خلق ناشدنی است این یعنی آیا خداوند می تواند ذاتی را خلق کند خلق ناشده باشد <متحدث> که کاملا بی معناست قادر مطلق بودن ربط به انجام دادن چیزهایی ندارد که نقص کننده ی تعریف خود باشند مثل ساختن دایره مربعی و یا خلق کردن چیزی که خلق ناشدنی باشد دو نظر به مشکل موجود در داخل سوال کسانی که این سوال را میپرسند خداوند را مانند خود تصور کنند. به همین لحاظ به پرسش این قبیل سوال ها میپردازند برای اینکه منظورم را بدانید مثال مردی را در نظر بگیرید که میخواهد سنگی را بلند کند ابتدا علاوه بر سنگ و مرد باید مکان مانند زمین وجود داشته باشد چون سنگ باید در تناسب با سطح تغییر مکان کند ثانیا نیاز به قوه جاذبه داریم مانند جاذبه زمین که هر دو مرد و سنگ را به طرف پایین بکشد تا اینکه مرد نیروی خود را خلاف جهت جاذبه وارد کند اما اگر جاذبه نباشد قدرت مرد بی است. چرا چون سنگ در عدم موجودت نیروی جاذبه به راحتی بلند می شود بنوان کسانی که این سوال را به خداوند رفت می دهد، تصور می کنند که خداوند و سنگ در مکان روی سطح قرار دارند و جاذبه بالای آنها تاثیر وارد می کند و این طرز تفکر از دیدگاه اسلام مجاز نیست چون هر چیزی که در قید زمان و مکان و جاذبه باشد خدا نیست چون اینها همه مخلوق خداوند هستند او تعالی حتی نیازی به بلند کردن چیزی ندارد او فقط فرمان می دهد الله در ساختن و حرکت دادن چیزی مانند انسان ها عمل نمی کند او سنگی را آنقدر بزرگ خلق می کند که هیچ چیزی در خلقت آن را تکان داده نمی تواند اما او تعالی خودش فقط فرمان می دهد می فرماید باش و موجود می شود این یعنی وقت سنگ خلق شد و شکلی را به خود گرفت وقتی الله فرمود حرکت کن حرکت می کند او تعالی مانند من و تو چیزی را حرکت نمی دهد که نیاز به پایه و میلا و کتله باشد نه این چیزی است که برای الله متعال و او طوری کن که انجامش می دهد. او قادر به انجام هر کاری که بخواهد است بنا او تالا را با خلقتش مقایسه نکنید تا در چنین مشکلی گیر نمانید و او را در خلقتش قرار ندهید تا به همچون مشکلات عقلی بر نخورید الله متعال تواناس و مافوق همه است علاقه خوب برنامه حقایق اسلام رسیدیم به لحظات پایانی خود از شما ایزان خداحافظی میگیرم تا که باز هم یکی دیگری از این برنامه ها قرار میگیرم شما را بالله یک تامش برم